در این برنامه پشت صحنه و داستان بزرگترین کنسرت گوگوش در آمریکا و شاید در دنیا. پشت صحنه و داستان کنسرت بزرگ اینجا پشت صحنه ترین پشت صحنه هستش، دیواری که بعدش کنسرت رو خواهیم دید. الان ساعته قبل از اجرای خانم گوش بعد از ظهر هستش، صبح بارون اومد در لس آنجلس، اتفاق بسیار عجیب غریب و کمیابه و هیچ کس انتظارش نداشت و همه هم نگران شدن، ولی بارون قطع شده و هوا ابریه. از زیر جایگاه نوازندگان سازهای آرشه‌ای و ویولون ها داریم میگذاریم، این بالا سر ما هست و میرسیم به صحنه. این صحنه یه که خانم گوش خواهندید اینه. اینجا همه آدم های مهم میان میشینن، از بعضی از اعضای سابق خانواده سلطنتی بگیرین تا بعضی از خواننده‌ها قرار بیان، مهمانان ویژه اینجا خواهند نشست. واسه اینکه صندلیشون صندلی ارجه، یعنی کلاً جزء دیگه خصوصی ترین جای این محوطه بزرگ. بعدش هم قسمت تماشاچی هستش. حالا این ور نگاه کنین، غیر از این صد خورده نوری که اینجا هست، این قسمت سازه الکترونیک و سازهایی که مال خود ارکستر خانم گوش هستن جدا شدن. چطوری؟ صفا درمان و فیلیپ هم قبلا توی خیلی از گروه ها زده. و این برام سازه کوبه ای رو گذاشتن و آقای منوچهر چشمازن اینجاستن و این بالا هم سازه زهی و سازه بادی که سبک کلاسیک، چنگ هم اونجا هست و اون صحنه ای که ترکیبات قشنگی از خانم گوش در سالهای در این 50 سال گذشته تقریبا میشه گفت نشون میده، صحنه از اون و همینطور از کودکیشون تا امروز فیلم کوتاه دارن و با آقای حسن شمایزاده اینجا اجرا میکنن، دو صدایی میخونن و همینطور آقای چشم‌آزر هم همراهیشون خواهند کرد. ما هم اونجا جایگاهمون هستش. پیانو پلیز. حتی جامون اینجاست. اینجا صحنه هالیوود بول هستش که میبینید. حتی موزیسین ها دارن الان تمرین میکنن از سایش خوری بیا، ولی مسئله نیست. ما لابلای نیمکت ها الان وایستادیم. این نیمکت های خاکستری شده در اثر آفتاب، اکثریت صندلی هستن که تا دم کوه میرن. هالیوود بول چرا بهش میگن بول؟ بول یعنی کاسی یا گود. علتش اینه که به تمام استادیوم های روبازی که صندلیش به دور تا دور میرن بالا، در آمریکا اصطلاحاً بهش میگن بور یعنی کاسه یا گود. حالا این کوه هم خیلی جالبه، این کوه های هالیوود هستش. لس آنجلس چندین بخش یا چندین شهر داره که من متأسف شدم یکیشون هالیووده. این هالیوود قدمت 167 ساله داره، همش زمین های زراعی بود و پرتغال میکاشتن. واسه همین این کوه خیلی مناسبت داره، یادگار اون هالیوود قدیمه، الان پر از ساختمون و مرکز سینمای دنیا هنوز هستش و استودیوهای مهم سینمای دنیا هنوز در منطقه هالیوود جایگاه دارن. اونجا هم میبینین علامت معروف هالیووده و کوهش که خیلی ها تو فیلم ها نشونش میدن. الان زمان صدا برداری که معمولا 4 سال قبل از اینکه کنسرت شروع بشه این کار رو میکنن. قبل از اینکه کنسرت شروع بشه بشینیم نگاه بکنیم به چند روز پیش که همین صحنه جای دیگه بود، در حال تمرین بودن تمام این گروه در یک سالن مخصوص تمرین همین پشترا توی هالیوود. بفهمیم این چه خبر بود. Thank you.
everybody to start playing together. روز آخرین تمرین قبل از کنسرت هستش، کنسرت مثلث خاطره ها، گوگوش شمعی زده و منوچهر چشم‌آذر. این گروه هستن که گروه ساز الکترونیک و خصوص گروهی هستش معمولا آهنگای قدیمی رو همراهی میکنن با گوش و برش هم سازهای بادی خواهند آمد که داریم میبینیم الان سازها رو گوشن رو زمین آدستش که نوازنده ها بیان. اینجا هم سازهای ذهیه که برای این کنسرت ملحق شدن به گروه. خانم گوگوش هم اومدن برای تمرین و آهنگاش. میخوام دو کلمه باشون صحبت کنم راجع به اصلا کل این کنسرت ها و نیتی که برای اجرای لس آنجلس دارن، اجرای بزرگ هالیوود بول. درود خانم گوگوش، خیلی خوشحالم شما رو میبینم. این آخرین تمرین قبل از کنسرت هستش. بله. خب خیلی این کنسرت برای همه ما ایرانی ارزشه، چون هم در جایی داره برگزار میشه که ایرانی تا حالا نبوده، تا اونجایی من میدونم حتی خاورمیانه یا اونجا نبودن. بله. غیر از اون عظمت این و اهمیت این سالن هست و اهمیت کار شما داری میکنه. هالیوود بال از نظر پرستیژ کاری، از نظر گنجایش و شکلی که داره، هوای آزاد بعد بیشتر از بله اهمیتش خیلیه. خیلی زیاد. و شما هم این کنسرت، غیر از اینکه کنسرت جزء این تور جهانی مثلث خاطره است، غیر از اینکه این تور هست، یه مناسبت خاصی هم برای شما داره. بله، اجرا. بله. این کنسرتی که ما داریم اجرا میکنیم برای بزرگداشت زنانه، به مناسبت روز مادر و در خارج از کشور روز مادر. بله، بله. و به طور کل یه بزرگداشتی داریم از زنان ایران، البته زنان همه جای دنیا ولی به خصوص زنان ایران. ولی کار خاصی میکنید چون به این تور اجرا شده قبل همین آهنگایی مناسبت یک کار خواهین اجرا کرد به این مناسبت یا اعلام میکنید؟ دو کار داریم که اختصاصش دادیم به زنا، به خصوص دختران خیابان انقلاب. خیلی عالی. دارم با طرفدارشون که از قبل وقت گرفتن عکس بگیرن، عکسای یادگاری. خیلی کار جالبیه. کی به پای تو بریزم لایق پای تو باشم، بخونم که بتونه جای حرفای تو باشه. کامیز میشه بگیریم با هم؟ کامیز میشه لطف کنی بیان؟ قوی هیکل ترین مرد ایران. موقع تمرین خانم گوگوش که چند روز پیش بود، من دیدم یه مرد خیلی قوی هیکل داره راه میره پشت صحنه و همه هم میشناسنش، همه هم باش دوستن، گفتن حتما موزیسین. موزیسین اومده همه نشستن دیدن ایشون هنوز وایساده، حتی با خانم گوگوش هم داره سلام علیک میکنه. بعدا فهمیدم ایشون کسی نیست جز کامبیز، پسر خانم گوگوش از دهه 40 خودمون. و خیلی هم خوشحالم میاد کامبیز و من هنوز باور نکردم تو کامبیزی. البته یه مدت ازت خبری نبود، اصلا نمی‌دونی کجای دنیا هستی، یه دفعه آهنگ ازت اومد بیرون، شکلات. آهنگ نمی‌خواستی اون اس شناخته بشی؟ بله. یعنی که می‌خواستی اون رپر شناخته بشی؟ بله. اون زمان مارکت اون کاری که من می‌خواستم بکنم رو قبول نمی‌کرد که رپ بود. رپ فارسی بود. رپ فارسی بود. چه کمپانیا بدون آهنگ 6-8 آلبوم رو نمی‌گرفتن. جدی که اون باعث شکلات شکلات تو اون ایام با
بدونش خانم گوش در تماس بودی اینجا بودی درسته؟ بله، اینجا بله. که اصلا به کل خط نه باشه. نه 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 بودی و دوران خیلی سخت میشه نه برای فرزندی که تنها بله. فرزند هستش اوائلش آره، ولی بعد از اینکه مادرم اومد تورنتو و موقعی بود که تازه آلبوم هم داشتم روش کار آره میکردم. دیگه دیگه آره. همه شیرکه خوب شد آره. از اون دیگه چه اتفاقی افتاد در این سالها برای تو؟ زندگی دیگه زندگی کردیم، مادرم و بچه هم، پسرم، دخترم. جدن؟ پسر جدن؟ آره. چند سالشونه؟ تقریبا 20 سالشه. 20؟ آره 19 سال میره به 20 سال. دخترم 15 سالشه. آره شما اسمشون چیه؟ مایا و دارا. تو ویدیو بودن؟ مایا تو ویدیوی باران مادرم. نقش تو را بر شیشه ها نقاش باران میکشم در جاده ها. مثلا هم تو ویدیوی تایم خودم بود. آها که بعد ایتکشو ببینیم. به ها چه بی امان خط میکشن روی زمان، میگذره عمر من و تو، میریم و میونه جهان فرار این دقیقه ها مفهوم. کامیت خب تو خیلی پستی بلندی و تلاتوم ها داشت در زندگی که ازت یک مرد آهنی ساخته بگم برمم دیگه دوران راحت تری، چون مادر شما پیش خود هستن بله. دیگه بچه ها بزرگشن راحت شدی آه. راحت شدی، نه کاش کوچیک میموندن، هرچی بزرگتر میشن درد سرشون بیشتره، بیشتر چیز میکنن شاخشونو میکشن سر کار، بیشتر چیزای گرونتر میخوان. و کامیز تو یه دوره بود میکنن تو وارد ورزش شدی، هرچه کار بوکس میکنن تو کار کیج درسته که یه جور مثل کشتی کچ آمریکایی خیلی جدی و آره یه مدرتی میکردم آره بعد دیگه اونو گذاشتم کنار، فقط حالا فعلا به بدن سازی. جدی میگی؟ عالی. و خیلی خوشحال میبینیمه. دارم چنین. و الان چی کار میکنی این روزا؟ نوناب چطور در میاد؟ الان فعلا بچه داری و داریم به زودی یه جیم وا میکنیم. یه باشگاه ورزشی؟ باشگاه ورزشی داریم وا میکنیم. از کامیز جان. دیگه میسپارید به صحنه و خیلی خوشحال شدن دیگه. دارم چنین. ممنونم ازت. کامیز. مرشد چشمازر خیلی خوشحالم شما رو حتی رو صحنه داشتیم میدیدین، داشتیم تمرین میکردین بله. و این ارکستری که اینجاست حتی صحنه رو برای این کنسرت ساختن، یعنی همیشه این صحنه نبوده. ولی راجع به این سازبندی به ما بگین، چون شما دیگه استاد تنظیم هستید. همیشه این ور اونور میزنیم اروپا، هر جا که میریم 8 نفریم بله. برای کنسرت بزرگ مثل اینجا من خودم پیشنهاد کردم که باید ارکستر بزرگ داشته باشیم، چون جای با اهمیت هم. با واقعا سن به این بزرگی اینجا 90 نفر ارکستر سمفونی میشینه رو سن. سازهای بادی که کلاسیک سازای... اصلا کار میکنن، سازهای بله. زیبی و چنگ هم که شما تصمیم گرفتین جزو کاروشه که طبعا بله. همراهی کنه با پیانوی شما بله. میتونیم بگیم بله سار. بله آیا چشم زد. خب این کنسرت مدیون اون دوران طلایی موسیقی روز ایران هستیم، دهه 50، و ما هیچ وقت شاید فراموشش نخواهیم کرد. این چه جادویی بود تو اون دوره؟ همه چی درست، یعنی وقتش درست بود. الان تمام کارهایی که امشب میزنیم، تمام کارها مال 40 سال پیشه. کاملا. شاید بیشتر. بله. درست همونها رو من امشب بعد 40 سال بعد 40 سال. و لذت بخشتر از خیلی کارهای امروزه. بله. و ملاقات شما با خانم روش چطور بود؟ چی شد که ملاقات کردن یا شیفتشون شد؟ فکر کن کارا مناسبه، همچین دختر جوانیه در دهه 50. من گوگوشو از 4 سالگی میشناسمش به خاطر اینکه پدرشو پدرم هم میشناخت. ما از اونجا با هم دیگه هم من میزدم آکاردیون میزدم، گوگوش هم میخوند، خیلی کوچولو بود. بعد گوگوش که یواش یواش شروع کرد این ور بله. خوندن شروع کردم کار کردن با گوگوش. بازگشت این صحنه بزرگی برای شما میشه گفت جان بخش بوده. بله بله واقعا من خوشحالم که امشب همچین برنامه‌ای رو تونستیم بذاریم، برای که همه آرزوش اینه، همه آرزو دارن که تو این سالن به این بزرگی بله. و عظمت یاد بزرگای تمام موزیک دنیا اینجا برنامه گذاشتن بتونن برنامه اجرا کنن و خیلی خیلی خوشحال شدم و پیانوتون رو دارن کوک میکنن که آماده شو برای اجرای بله، صحنه بله، خیلی متشکرم. همه چی عقب افتادیم از همه چی، تمام روزمون فقط داشتیم سان چک میکردیم. آره، یه ذره از برنامه عقب هستی، من باید برم دوش بگیرم بله، لباس بپوشم. خواهش می‌کنم راحت باشید آیه مرچه چشمازر، افتخار ما. Thank you.
پشت صحنه اتاق خصوصی جناب مارتیک. ای جان واسه افتخاره آقای مارتیک، خیلی خوشحال شما رو میبینم و لحظات دیگه هم یا دقایق دیگه، نگران نشد، دقایق دیگه هست. شما رو با خانم گوگوش میبینیم که این مژده امشب بود. سرپرایز همون مژده میشه سرپرایز. راست میگه؟ راست میگه. هیچ وقت فکر نگرم. متشکرم شما هستی. حتی آقای مارتیک، شما که از آهنگای طلاییتون که اصلا تو هنوز ما داریم گوش میکنیم و آهنگای دو سده با خانم گوگوش داشتین همون زمان شهرتتون، بعد از 45 سال تقریبا 42 سال 42 سال پیش خوندیم با هم و امشب میخونیم با هم بعد از 42 سال. ولی اون موقع شما آهنگ آدم و حوا رو، من خیلی آدم و حوا شاعر بود، آدم و حوا من آدم و حوا رو خیلی دوست داشتم. امشب ما اونا رو اجرا نمی کنیم، امشب 40 سال خاطره رو میخونیم با هم که خیلی مناسبت هم. آره قصه دارم از مرغ سحر تا دو پنجره، فاصله تاریخی دو ترانه است. مرغ سحر تا دو پنجره 40 ساله اونو میخونیم و چون خب باهاشون این افتخار دوستی 50 ساله دارم باشون، البته نباید این شماره رو بگم، خوبه اینجا نیست، ما بوق میزنیم. قربونه. آره رفاقت رو میخونیم. تویی که با من هست. خیلی آهنگ قشنگه، آهنگ بسیار شادیه. و آقای مارتی، خب شما میایین روی صحنه و ما مدت ها بود که تک و توی از شما آلبوم میومد بیرون، کم میدیدیدون خودتم زیاد رغبت نشین با ماها مصاحبه اونصد شده، خوشبختانه مناسبت خوبی شد. قربون برم. این سالها برای شما خیلی فعال بودیم، برای پشت صحنه، پشت میکروفون های دیگری، درست نمیگم؟ بیشتر برای مردم اجرا میکردی. آره. موردی که میشد. بله بله. و دورانی بود که دوربین و مصاحبه نبودم. چرا؟ خیلی وقت چون خب سالها این کارو کردم، یه جوری خسته شدم. خسته شده. آره خیلی این کارو کردم، تلویزیون های مختلف، مصاحبه های مختلف. آره یه جوری نمیدونم حالا بس بود، ولی میخوام دوباره شروع کنم. بسیار عالی. من این قول ما گرفتیم، امضا هم کردم، خیلی متشکرم. در وقت زیادی ندارم. آره نه. این آهنگایی که 40 سال خاطره و رفاقت تا حالا اینجوری اجرا نشده. در هر حال خیلی ممنونم از بینندگان بی بی سی. اونجا میبینید تماشاچی ها دارن میان میشینن، یک ساعت تقریبا مونده که کنسرت شروع بشه. این خبر خوبیه برای شهرام نورس، دوست قدیمی ما که مدیریت این کار رو داره و همه کارا و تلاشایی کرده برای که اینجا پر شه. واقعا زحمت کشید چندین ما. آره داشتیم برنامه‌ریزی میکردیم برای این اتفاقی که امشب این همه آدم بیان دور هم دیگه باشن. البته من تنها نیستم، کلی یه تیم بزرگ پشت این داستان. آره چند بوده. چیزی که جالبه تو سیستم عصبیه در از کنسرت هستی، هم پرس می‌خوری هم اوکی هستی، همه کار بوده منه، من همه رو باید منیج کنم، حتی بگم کی کجا باشه. حتی ما برای پارکینگ بعد به ایشون میگفتی، ایشون به در میگفت، در به دیوار میگفت بشین. دقیقاً از کوچیک‌ترین چیز میفته تا بزرگ‌ترین چیز. من باید انجام بدم. فشار کل انسان رو شونه‌های شهرام هستش. دقیقاً تنها چیزی که خواستم بگم اینجا، تمام این اتفاقاتی که امشب میفته، این چندین ماهی که ما همه با هم دیگه کار کردیم که این شب اتفاق بیفته، خستگی من زمانی در میاد که خانم گوش میاد به صحنه، من مردم اینم دارن لذت میبرن. این بهترین آرامش و بهترین احساسی که میتونم داشته باشم و بهترین چیزی میتونه اتفاق بیفته. دقیقاً. ولی خیلی جالبه که در مورد این برنامه بیشتر مطبوعات آمریکایی درباره صحبت کرده. بله من مخصوصا LA تایمز درباره امشب نوشته و درباره خانم گوش نوشته. بله. و هنوزم ادامه داره. رادیو KPCC اینجا میاد که یه رادیو خیلی بزرگیه. بله. NBC اینجا هست، شبکه تلویزیون NBC. بله. ما رو ماهواره کرده میگه شبکه آمریکایی هم هست. بله. چرا اونا حمایت کردن فکر می‌کنی؟ به خاطر که برای اولین بار یک زن ایرانی، یک خواننده از کشوری که صدای زن ممنوعه، دقیقاً داره میاد توی جایی که بزرگترین های موسیقی آمریکایی و اینترنشنال اینجا بودن. آقای شمع‌زاده هستن توی اتاقشون، ولی هم سردرد دارن هم منتظر سازشون هستن، موقعیت درست نیست باشون مصاحبه کنیم. ولی زمان تمرین همین کنسرت ها باشون مصاحبه داشتن پشت صحنه، داشتن آماده میشدن که با گروه تمرین کنن و آهنگشون اجرا کنن. اونو نگاه میکنن. Oh, my dear, I'm running in the dark.
آقای شمعزاده باش، خیلی ممنون شما هستین. حتی توی فرصتی که هنوز تمرین نمی کنیم ما میتونیم با شما صحبت کنیم. این تور کنسرت مثلث خاطرها، این خب و یک آهنگی هم که ساخته شما برای این کنسرت، این فقط یه تور کنسرت نیست، یه بازگشته، برای شما هم مطمئنم یه اهمیت خاصی داره حتی. چون شما یه دورانی داشتید، ببینید دورانهای مختلف تو کارتون داشتید، از هم دهه 60 خودمون و دهه 70 80 الان دیگه دهه 90، یک بازگشته. برای شما چه معنی داره این تور کنسرت و این کنسرت؟ این ابتکار آقای رهایی اعتمادی بود و بسیار ابتکار خوبی هم بود و خب این بازگشت به همدیگه، والا امیدوارم که نتیجه خوبی داشته باشه و حتما داره. برای شما چه نتیجه داشتین مدت؟ اولین برنامه که ما داشتیم توی تورنتو، از همین تور، همین تور، من وقتی وارد شدم عکس العمل مردم چنان بود که من واقعا قلبم داشت میاد تو دهنم. واقعا 4-5 دقیقه طول کشید تا من به خودم مسلط بشم. من اینکه مثلا هزاران صحنه دیدید. من الان سال دیگه میشه 60 سالت که حرفه‌ای کار موزیک هستم. توجه می‌کنی؟ و واقعا عکس العمل مردم خیلی شدید بود و خیلی برای من اهمیت داشت و واقعا غافلگیر شدید. واقعا امیدوارم که بتونیم اون توقعی که مردم دارن رو به جا بیاریم. حالا تازه شروع کردیم و اولین آهنگ اومده بیرون و امیدوارم که آهنگای بعدی خیلی بهتر در بیاد و بتونیم که جوابگوی توقعات مردم داشته باشه. ولی خب نمیشه منکرم شد، نمیشه بازسازی که فضای دهه 50 رو که تو کشور خودتون یک جوری دیگه اصلا حس، یک زندگی دیگه بوده. وقتی نسل‌ها عوض میشن، سلیقه‌ها هم عوض میشه. توجه میکنی؟ الان مثلا من نگاه میکنم موسیقی در تو کشور ما به یه شکل دیگه داره راه میره. در تمام دنیا همه عوامل برای ارائه موسیقی است. در جامعه ما همه عوامل برای ارائه شعره. و نتیجه‌ش این میشه که ما به همسایه‌هامون گوش میدیم، اونا رو میگیره، ولی اونا به ما گوش نمیدن. الان قبل از اجرای کنسرت هالیوود بول کنین، حس الانتون و اهمیت کنسرت هالیوود بول رو فکر کنید، برای خودتون چه معنی داره بگیم برام. اصولا هالیوود بول رو به هر آرتیستی نمیدن و خانم گوشم واقعا حقش بود که یه همچی جایی رو از ایشون دعوت بشه و ایشون هم بتونن توش برنامه اجرا کنن، ما هم در کنارشون باشیم و خیلی هم خوشحالم و خیلی هم افتخار می‌کنم. واسه لحظه شروع که از مهمترین کنسرت های ایرانی هستش، بهترین کنسرت های همه ما ها، افغان ها، تاجیک ها، ایرانی ها، الان داریم صحنه میریم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تفیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره، حتی خود خبر. اگه دقت کنین تا بالای بالا مردم شدن، یعنی لبریز شده کل این استادیوم روباز تا اون تای تا. تو از شهر غریبه اینشونی، تو با Oh,
شب در آسمان گوگوش.